سلام سلام چه خبر خوش انقاله بولاد اومدیم آقا آهنگ نوار مشکی از پوتک آلبوم پیامبر رو بشنویم چی گفته دیگه کنیم بچه اول از همه بیایم روی ذره کاور صحبت کنیم که 4 تا ویدیو قبلی تقریبا یادمون رفت متاسفانه دوستاشم روی خیلی انجامش بدیم ولی خب نشد. ولی سری اطلاعاتی بود که من خودم پیدا کردم ایسی هم بود که تو مجادله پخش بودش بچه‌ها واسمون فرستادن و نکته‌ای که هستش چیزی که نظر ما بهش میخوره و اینکه 100% درست باشه کانفرم شده باشه نیستش. اون چیزی باشه که پوتک خودش فکر کرده معنی نیست پس یا نیستش. ما میخوایم بگیم که اطلاعاتی نظر ما به شما بگیم. آره نظر ما. اول میریم سراغ همین بک گراوند آسمون قرمزی که هستش. خب نشونه آسمون قرمز نشونه اپوکالیپس یا آخر زمان و این صحبت هاست. میبینیم کجاست؟ آره توی فضای حالت قبرستون ماننده از اون حالت قبرایی که سنگ قبرایی که مشخصه قبرستون مسیحی هم بهش میخوره. این آدم که قبرش اینجاست آنتون شاندر لویه خب که در واقع یه نویسنده و مکتب ساز آمریکایی بوده که در واقع مکتب شیطانگرایان اون موقع اون زمان برای اولین بار بنا نهاده و اومده مثلا اینجور مراسم شیطانگرایی اینا رو همه رو این درست کرده بوده. حالا اینکه چرا اینو گذاشته اینجا برمیگرده به اینکه تو ذهنش چی بوده. بعد میگم سراغ خود پوتک که مثلا اسمش اول با صلیب برعکس نشون تیشو که نشونه چیه؟ نشونه اینه که از قدیم آقا این نشونه مسیحیت بودش ولی بعد از مدت ها الان تبدیل شده به ضد مسیحیت شناخته میشه و از روی اینم بوده که آقا یه زمانی سنتی بوده وقتی میخواستن اعدامش بکنن گفته آقا من نمیخوام روی حالت صلیب اعدام بشم میخوام صلیب برعکس بشه که آره در حد مسیح نیستم اونجا. آره سنت پیتر بوده مثلا آره. مال آمریکای شمالی این حرفا آره. بعد یه چیز دیگه که میایم سراغ خود تتو چیز تتو بوتک روی دستش عکس جغده آره. تو بعضی فرهنگا نشونه خوبی و برکت و این صفات تو بعضی فرهنگا نشونه شوم و مثلا آره. بدی و اتفاق بد میخواد بیفته ولی جالب تر که من خیلی نفهمیدم داستان چیه اینکه پینکی یا اون انگوش کوچیکش خب انگار که بریده شده حالا نمیدونم چرا هر چی اطلاعات گشتم توی شیطان پرستونه چیزی پیدا نکردم ولی توی یاکوزا معمولا وقتی یه خطاییمون کسی که عضو یاکوزا باشه بکنه دستشو انگوش میاد من در همین حد اطلاع پیدا کردم حالا اینکه رب داشته باشه نه بازم خیلی ازم کم یعنی احتمالش ولی خب گفتم بگم نه. نکته بعدی اون کلاغه سی روش خود بودک نشسته خب که مشخص نشونه شوم و اتفاقات بعد و مرگ و اینجور چیزاست و اینکه خود بودک کچلوار پوشیده اینکه تو قبرستون مسیحیه و اینکه کچلوار پوشیده ممکن آقا خودش مرده بوده که الان برگشته به مثلا زمین مرده زنده ها آره یا اینکه اصلا کنه رفته تو قبرستون چون اونا هم که میرن دنبال مرده ها خونه هم کچلوار میرن آره این دقیقا نما منظورش چی بوده خب حالا این در واقع اسپیکولیشنی بوده که ما نسبت به چیز اطلاعاتی که خیلی کمی که داشتیم کردیم ولی در این حد بودیم یه کتابی هم اونجا افتاده میگن آقا قرآنه ولی حالا خیلی مشخصه هر کی داره میده بازی باشه قرآن باشه میده هر چی باشه آره چیزای مختلف میتونه بعد یه نکته دیگه هم که در مورد کلاغ بچا اشاره کردن خب این بود که آقا کلاغ نشون تو اون داستان قدیمی که بوده هابیل نام قابیل که هم دیگر میکشه یه کلاغی میاد به اون نشونه که قبر چجور بکن و این صحبت ها آره حالا این هم ممکنه ربطی اونم داشته باشه سر قبرستون و این چیزا میتونه ربط آره میتونه اونم ربط داشته باشه برحال این اطلاعاتی بودیم ما تا اینجا درست آوردیم اگر به نظرتون اطلاعات دیگه هستش تو کامنت ها بنویسید اگر خود بودک هم بیاد بگه بعدها که دیگه خیلی هم بهتر جالب میشه اینا نکاتی که ما از کاورش در آوردیم ولی بریم سراغ خود آهنگا آهنگایی که قبلا رفتیم کدوما بوده آهنگ خه بود که خیلی توپ بودیم بالا آره، نگاه کنین آهنگ پیروزی و همینطور رپ ما و اینجوری شده هستش این لینکش می‌ذاریم بالا داداش کایکو حالا آره، داداش کایکو خالی که بریم اونجا نگاه کنین آهنگ فولاده توپی بود بچه‌ها تا یادتون نرفته الان برید ویدیو رو همین الان لایک بکنید دکمه سابسکرایب بله با قرمز زنگولش هم بزنید آفرین که ویدیو واسه شما بیاد اینستاگرام یادتون نره برنات التیمت اونجا با ما همراه باشید توی لینک تو قسمت دیسکریپشن باشه لینک چنل جدید و تلگرام گذاشتیم اونجا هم برید داشته باشید اونجا ویدیو رو دوستاتون شیر کنید آره تلگرام یه بچه حرفای جالبی اونجا زده میشه دیسکریپشن اونجا بازه بریم آقا 1 2 3 برو به نظر میاد که خیلی آروم و مثلا لطفا دکتر جوابم کن صبح پا سیگار و شب و الکل این روز هرکی بلای سر آدم میاره تش میاد میگه حلالم کن دهنم بسته و زبونم گم مردم عوض این زمونم گم خدا اگه قطار مگزین بری رد شد به رانندش بگو که سوارم کن باشه قشنگ یه قطار مگزین اینجا رد شد بهش بگو که سوارم کن خب ببینم دیگه ولم کنید خسته شدم بذاره حالت دپرسمانند و احساسی ناراحتی داره میره هرکی بری بهت میکنه
چی میگه میگه حلالم کن، همه کارشو میکنه حلالش میگه آره همه کارشو میکنه آخرش میگه حلالم کن، مثلا انگار همین راحتیه. میرم جلو هر خری سوارم شده، مغزم دیگه نمیکشه انگار شب و رد شده، یه آدم دیوونه که نداره امیدی به این زندگی، دوست داره همش فرارم کنه، اگه واقعا بده بدون برام عادیه، مه های روانی رو گل موادیه، وقتی هم بمیرم کسی نمیاد سر قبرم، چون این زندگی میدونی همش مادیه، نه عادی میکشم اون وایسا میگه اگه بمیرم کسی نمیاد سر قبرم، چون دنیا همه مادیه، یعنی همه فکر منافع خودشن. آره دیگه اون رابطه در واقع انسان با انسان خیلی نیستش، بیشتر رابطه پول انسان با پول انسانه. میگه الان رو مواد گلی میگه آره بذارین قبل میاد سر قبرم، چون این زندگی میدونی همش مادیه، نه عادی میکشم و نه عادی مستم، یه مش آدم لاشی دارم و همشون پستن، یکی به خوبم ندارم که بهش بگم بکسم، دلم نواره مشکی میخواد گوشه ی عکسم، دلم کرده از ریش خوف، رفتی و نیستی چی میشه گفت، قفص و زندون یعنی دهنم، وقتی زبونم روی اسم تو میشه قفل. پس داستان این بود نواره مشکی اونه که زمین زر رو زخمی آدم میمیره میذاره. آره میگه آقا قلبم وای میسه وقتی نادم چی میشه رو اسم تو قف. خب بعد یه چیز جالب دیگه هم گفتش، این بود که از اصلا اونجا تناقض ایجاد میشه، چون تو آهنگای قبلی مخصوصا پیروزی فکر کنم گفت آقا عکس ما مثلا حرفه‌ای و خوبه فلان این حرفا، اینجا میگه آقا عکس عکس ما درد نمیخورن با ما نیستن نامردن مثلا این حرفا عجیبه. ای زبونم روی اسم تو میشه قفل، انگار یه جورایی دیگه غریبم باش، خودم اسم میکنم منو فریبم داد، تکس میده بیب بام خوب باش، پیش اون هوا منو از دور داشت، نیستم رابطه این مدلیو، سخت تحمل این دو دلیو، رابطه ای که همیشه زیر تیغه، انتخاب دینه که راه درستو بریو، انگار یه جورایی دیگه غریبم باش، خودم اسم میکنم منو فریبم داد، تکس میده بیب بام خوب باش، پیش اون هوا منو از دور داشت، نیست پیش اون هوا منو از دور داشت نامر. اوکی رابطه بعدی نگاه کن، یه نفر مثلا اینجوری بدونی مثلا چیش میگن پیش بدونی و حرفا، خب مثلا لید آن یه ذره خب داره حواس به تو مثلا تو میخواد کلینگان بکنه، ولی اینو مثلا چیزا خونده، اینو یه جورایی خونده که همزاد پنداری کنه بچه‌ها مثلا با این جور آهنگا، ورنه خودش یه جور عاشقانه و خیلی خوبی هستش با خانومش، دمش هم گرم. بریم آقا تکس میده بیب بام خوب باش، پیش اون هوا منو از دور داشت، نیستم رابطه این مدلیو، سخت تحمل این دو دلیو، رابطه ای که همیشه زیر تیغه، انتخاب دینه که راه درستو بریو، درد و دلمو دیگه به کی بگم، با کی خوش باشم با کی یکی بشم، دوست دارم تو آغوش بگیرمت، ولی بازم بدون تو انگار یکی کمه، یکی کمه، یکی بود یکی نبود، نبودی یکی خوند یکی نخوند، نخوند زیر گنبد کبود، یکی موند یکی نموند. مرد خیلی خوب بود اینجا قشنگ. خب این داستان تک من اینجوری آهنگ سر بغل میگیرم، ولی باز یه نفر کمه، اون منظورش چیه؟ شاید واسه اون یه نفر کم بوده، میگه تو اینجوریه، یا اینکه نه میخواد مرد میگه تو نبودی که من بغل بگیرم، مثلا یه نفر کم بود. خب بعد من تا حالا آهنگ، یعنی تا الان ما آهنگ چیزو اشغالانه و مثلا تو این فاز کلا نشده بودیم از کوتک، و خیلی از قشنگ من جالب بود طرز داستان گفتنش خیلی خوشم اومد. این اطلمتال یه دادی با هم دیگه گوش بدید، خیلی جالبش اینجاست که مثلا الان این چهار تا ترک دیگه که شنیدی انقدر تون بود و فست بود، مدل زدنی بود، سیاسی اجتماعی بود، اصلا فکر نمی‌کردم بعد جالبش اینه که بعد از خیلی اومده خیلی که انقدر سیاسی بود، یه دفعه احساسی. آره اینم دقت بکن، خوش باشم با کی یکی بشم، دوست دارم تو آغوش بگیرمت، ولی بازم بدون تو انگار یکی کمه، یکی کمه، یکی بود یکی نبود، نبودی یکی خوند یکی نخوند، نخوندی زیر گنبد کبود، یکی موند یکی نموند. واو خیلی قشنگ، من دوباره بازم میگم خیلی قشنگ، زیر گنبد کبود، یکی موند یکی نموند، یکی خون یکی نخون. بار دوری لازمه گاهی، خودت تصمیم گرفتی تنهایی، تو این رابطه خوب کشیدی لایی، گفتی بهترین راه جدایی، راست بگو بینم به کی دل دادی، پیش کی تو مسیر کدوم بادی، دلم واسه تنگ میشه خدایی، خدای. یه سری به هم بزن گگایی، هم بازی مود دارک تریپ سو اگه ریل بش، خب کاملا باز دستاستان ما اگه ساختش فیلمش، یه دارم غمگین با یه قلبی که خورده تیر بش، و اسمی نداره که بنویسن تو سر تیترش. یه جای لحظه تو قول نگیره فهم شد کنم سوگ و این حرفا گفتش، نفهمم چی شد. آم یکی کلا آقا شما مثلا یه تیپ دارک و این حرفا داشته چون این صحبت ها و این که تو دیگه هم میگودش با مال کدوم بادی هم حزب بادر رو داره. آره و این که آقا یه بعض آقای سر ما بزن نامرد
تو سر تیترش که اکثر سکانساش همه سیاه و سیکه، یه موزیک پخش میشه تو اتاقای پیانو کی که شدت درد و جاهای مشت رو دیوارا میگه، فکر میکنه جز اون شکست دل کیا رو دیگه. انگار یه جورایی دیگه غریبم باش، خودم اسم میکنم منو فریبم داد، تکس میده بیب بام خوب باش، پیش اون هوا منو از دور داشت. نیستم رابطه این مدلی و سخت تحمل این دو دلی و رابطه ای که همیشه زیر تیغه، انتخاب دینه که راه درست رو بری. و کورس خیلی قشنگه، کورس تهش رو داریم این مدلیو. میگفتش آقا، میگفت آقا اگه داستان زندگی داستان اشمار بسازن خیلی وزش هر سطحی دیشن، هر سطحی دیشن ندارن دیگه کلن. جورایی دیگه غریبم باش، خودم اسم میکنم منو فریبم داد، تکس میده بیب بام خوب باش، پیش اون هوا منو از دور داشت. نیستم رابطه این مدلی و سخت تحمل این دو دلی و رابطه ای که همیشه زیر تیغه، انتخاب دینه که راه درست رو بری. و رابطه ای که همیشه زیر تیغه، انتخاب دینه که راه درست رو بری. باشه، کورسش خیلی جالب بود، من جدا از تکسش، ولی خب مثلا قافیه مدلی که داشتش باحال بود. خب آخه معمولا مثلا قافیه کورس بزنی باید خیلی محکم باشه، خیلی مهمه قافیه باشه به قول خلصه. اینجا خلصه، ما از خلصه استفاده کردیم که در مورد آهنگ بوده کردن حل آقا حل. بعد بچه یه چیز دیگه خواستم بگم، این طرز داستان گفتن برای خوشم اومد، حالا در حد چند خیلی زیاد نبود ولی در حد همون که بود حال کردم. آهنگ احساسی بود، اولین ترکی آهنگ احساسی از پوتک شنیدیم، درسته؟ آره، ما واسه ما اولین بچه زیاد شنیدم. بعد حال ما که حال کردیم با این آهنگ، زیبا بودش، بریم واسه آهنگای بعدی. بچه اگه دوستونی حتما لایک بزنید، دمتون گرم، قرمز سابسکرایب با زنگولش یادتون نره حتما، و اینستاگرام برنات و برنات التیمیت لینک کانال جدید و تلگرام تو دیسکریپشن، حتما اونجا هم عضو بشین، ساب بزنید واسه کانال جدید که ویدیوها و برنامه‌های جالب و جدیدتون داریم میاریم. آقا نه بچه‌ها، ویدیو رو با دوستاتون هم شیر بکنید. تا ویدیو بعدی فعلا.